سلام بچه ها، چطوری؟ شب و روزتون خوش. آقا به دلیل کمبود امکانات ما به این نردبون تارزان این طناب رو بس کردیم. توی باشگاه کشتی حتما این طناب بتل روپ رو شما دیدید. بچه ها تمرین فوق‌العاده، یعنی یه چیز عجیب غریب. بعضی موقع مثلا 5 متر 6 متر بس میکنن، بچه ها میرن بالا یه طناب بشون بس میکنن که نیفتن، اگه افتادن نگرش دارن، بعد باش میان پایین. پنجهاتون، مچ دستتون، ساعد، بازو، سرشون، همه رو درگیر میکنه. حالا بعضی عادت دارن پا رو میذارن با دست پا میرن. نه، الان ما میخوایم به شما نشون بدیم که چجوری فقط با دست برید بالا. ولی اگه دستاتون قوی نیست اصلا انجامش ندید که آسیب میبینید 100%. پلیلیست نگاه کنید، پلیلیست تمرینات استقامتی قدرتی، اونجا واسه سرشون واسه شما اوکی کردم، جلو بازو، پشت بازو، همه چی اونا رو انجام بدید، بار فیکس هم بهش اضافه کنید که بالا تن شما جون بگیره تا بتونید تمرین رو انجام بدید. حالا تمرین چجوریه؟ بچه‌ها اگه دیده باشید که دیگه چجوری از طناب میرن بالا، تاره میذارن آویزو میشن میرن بالا. حالا ما میخوام اینجا فشار بیاریم. فشار که میاریم چیکار میکنیم؟ میشینیم رو زمین، دستامون رو میگیریم، از رو زمین بلند میشیم، گرگای از پا کمک میگیرن، گرگای که بالا هن با پا ضربه میزنن که برن بالا. حالا میخوام فقط نشون شما بدم چیکار میکنیم. پا رو جمع کنید با دست، ببینید همین شکل میرن بالا میان پایین. حالا اینجا کلن نزدیک 2 متره، خیلی کوتاه. ولی توی باشگاهتون اگه سقفش بلند بود حتما بلندتر وز کنید با این تناب تا بالا برسید. خیلی سخته، من الان با 3 تا 4 تا دست که زدم رسیدم بالا، همونو برگشتم پایین. تعداد زیاد بزنید. بعضی موقع دوتا رو میندازن، یه چپ یه راست. حالا متاسفانه امکان اینو ما توی این باشگاه نداریم که انجام بدیم، ولی با این حال باز به شما نشون دادم که چجوری اینو انجام بدید که قدرت دستاتون، بازواتون، مخصوصا پنجه‌های دست و مچ بره بالا، که اگه طرفو گرفتید بدون کارش تمومه، بدون که دیگه هیچ راه فراری نداره، بدون که باید تسلیم بشه. حالا دوباره از این کنار به نشون شما میدم. وامیسید کنار، میشینید زمین، دستا رو نگه میدارید، حتما باید دست باشه، اینجوری پا نگیرید. نشون میدم الان. همینجور بعض موقع اون بالا یه زنگولی میزنن، یه دستم به زنگولی میزنن، دوباره برمیگردن پایین. بچه ها این تمرین رو کلن واسه بچه هایی که دوست دارن پنجه های دست، مچ دست، ساعد، جلو بازو، پشت بازو، سرشون جون بگیره و قدرت بگیره، این تمرین همه چی رو تموم میکنه. طرف رو که گرفتید کارش خلاصه. چرا کارش خلاصه؟ این تمرین اجازه میده پنجه های من محکم نگه داره، کتفای من، سرشون من اجازه میده که منو بالا نگه داره، همونجوری یواش یواش بیام پایین برم بالا. اینجوری توان مایچه اونقدی که فکر کنید میره بالا، که هر کسی که گرفتی چه تو کمرگیری چه روی زمین کارش تموم بشه، این دست دیگه باز نشه، این پنجه وقتی چسبید دیگه باز نشه. آقا مراقب خودتون باشید، حتما اگه تونستید توی باشگاهتون این طناب بتل روپ رو اوکی کنید. حالا ما به این نردبون تارزان وصلش کردیم، ارتفاعش خیلی کوتاست، حتما ارتفاع 4 متر 5 متر یا 6 متر حتی بیشتر. بعضیا من دیدم به یک سوله وصل میکنن، ولی با طناب اون شخصی که داره تمرین میکنه رو نگه میدارن که اگه خدای نکرده دست پاش ول شد نیفته پایین و آسیبی نبینه. تا ویدیوی دیگه با تمرین دیگه برمیگردم. خدا نگهدار.